به نام خدا، سلام و درود به دانشجویان و پژوهشگران محترم. تامندی هستم و قصد دارم در این دوره به موضوع تحلیل گرافیکی و اکتشافی داده ها با زبان برنامه‌نویسی آر بپردازم. در بخش اول به سراغ آمار توصیفی خواهیم رفت تا با انواع داده ها و ویژگی های اونها آشنا بشیم و در فصل های بعد بتونیم تحلیل مناسبی برای هر نوع داده ارائه کنیم. موضوعاتی که در این بخش به اونها خواهیم پرداخت عبارتند از انواع داده ها، نمودارها، جدولها، متغیرها، مقیاسهای اندازه‌گیری، همبستگی، معیارهای تمرکز و معیارهای پراکندگی. اولین گام در استفاده از داده ها این هست که ما بدونیم چه مسیری رو باید طی بکنیم. این مسیر معمولاً به نام مسیر خردورزی یا هرم دانش شناخته میشه. در این مسیر پایه و اساس کار داده هست. داده ها به همون میگن که چه چیزی رو در اختیار داریم و با استفاده از اونها چه کارهایی میتونیم انجام بدیم. وقتی شما داده ها رو در اختیار داشتید، از طریق اونها میتونید به اطلاعات یا اینفورمیشن برسید. در این بخش این مطرح میشه برامون که چه چیزی رو میدونیم، یعنی از طریق داده ها چه اطلاعاتی میتونیم جمع‌آوری بکنیم. خب قاعدتا در این بخش ما باید بتونیم داده ها رو پاکسازی بکنیم، موارد اضافی رو بذاریم کنار و فقط به مواردی اشاره بکنیم که از اونها میتونیم در مراحل بعد استفاده بکنیم. مرحله بعد دانش هست. از طریق این اطلاعاتی که جمع‌آوری کردیم چه چیزی رو میفهمیم. این مرحله همون الگوسازی و مدل سازیه که شاید بخش اصلیه و بخش شناخته شده آمار اینجا باشه. یعنی ما با استفاده از اطلاعاتی که جمع‌آوری کردیم و پاکسازی کردیم یه سری مدل‌ها و الگوهایی توی داده‌ها پیدا خواهیم کرد که از طریق اونها میتونیم به مرحله بعد یعنی خردورزی برسیم. قاعدتاً در مرحله خردورزی باید از اطلاعاتی که جمع‌آوری کردیم و الگوهایی که پیدا کردیم برای تصمیم گیری بهتر استفاده بکنیم. پس بنابراین اولین مرحله برای ورود به این مسیر این هست که ما داده ها رو به خوبی بشناسیم. به طور کلی ما داده ها رو به دو قسمت تقسیم می کنیم: داده های کیفی و داده های کمی. در بخش داده های کیفی ما داده هایی داریم که به شکل رده بندی شده هستند و معمولا داده هایی هستند که یا به شکل کد هستند یا خود داده ها به صورت استرینگ به اصطلاح در اختیارمون قرار گرفت. مثلا حالتی رو در نظر بگیرید که ما یک سری پرنده داریم و اینها رو میخواییم رده بندی بکنیم، یا رنگ های مختلفی داریم که رده بندی داده ها رو نشون میدن. اینجا هیچ ترتیبی وجود نداره، صرفا یک کد داریم و میخواییم این رده بندی رو برای این داده ها انجام. این داده ها از شکل گسسته هم پیروی می کنند. اما در مقابل ما در داده های کیفی شکل ترتیبی هم می تونیم داشته باشیم. مثلا اگر بحث رضایت افراد از یک موضوع خاص باشه، اون فرد می تونه کاملا ناراضی باشه، می تونه بدون رأی باشه یا می تونه کاملا راضی باشه. پس اینجا شکل ترتیبی به اون داده ها دادیم. یعنی همچنان داده ها میتونن شکل رده بندی شده و کیفی داشته باشن، اما یک ترتیب هم در خودشون داشته باشن. در نقطه مقابل ما داده های کمی رو داریم که به نوعی میشه گفت داده های پیوسته از این نوع از داده ها پیروی میکنن که به صورت کلی به دو قسمت تقسیم میشن. یه سری از داده ها مثل دما داده هایی هستن که فاصله اندازه‌گیری اونها برامون اهمیت داره. اینجا با تبدیل مقیاس ها روبرو هستیم، ولی تبدیل مقیاس ها تغییری در داده ها ایجاد نمی کنند. از طرف دیگه داده هایی رو داریم که شکل پیوسته دارن که خیلی در اطراف ما زیاد هم هستن. مثلا وزن و قد یا زمان و طول عمر از این نوع داده ها هستن. اینجا ما با صفرهای قطعی روبرو هستیم، در حالی که در مقیاس مربوط به داده های دما صفرها قراردادی هستند. یعنی اگر برای یک شهر یا برای یک جسم میگیم این دماش صفر درجه است، این صفر یک قرارداد است. به این ترتیب ما برای داده ها میتونیم یه سری مقیاس
در نظر بگیریم که بهشون میگن مقیاس های استیونز. به صورت کلی برای داده‌های کیفی ما مقیاس‌های اسمی و ترتیبی رو داریم و برای داده‌های کمی مقیاس‌های فاصله‌ای و نسبتی رو داریم. اگر بخوایم توی یک جدول به این مقیاس‌ها اشاره بکنیم و مثال هم براش بزنیم، در مقیاس اسمی میتونیم به رنگ چشم یا جنسیت یا گروه خونی اشاره بکنیم که هیچ ویژگی مشخصی رو نداریم اینجا و ساده ترین شکل اندازه‌گیری داده ها رو خواهیم داشت. اما در مقابل مقیاس ترتیبی رو داریم، مثل همون سطح رضایت یا سطح تحصیلات، که اینها ترتیب دارن، یعنی یک گام جلوتر از مقیاس های اسمی هستند و ترتیب اندازه‌گیری اونها مهم میشه. اما در اینها و همینطور در مقیاس های اسمی ما عملیات جبری نمیتونیم روی داده ها انجام بدیم، یعنی جمع و تفریق و ضرب و تقسیم رو نداریم. گام بعدی که برای داده های کمی هست مقیاس فاصله ایه، مثل دما. خب اینجا هم ترتیب مهمه، یعنی دما از کوچک به بزرگ میتونه مرتب بشه، هم فاصله ها بین داده ها برقرار هستند که این فاصله ها برابرن و نهایتاً میتونیم عملیات جبری هم براشون انجام بدیم. این که میگیم فاصله‌های برابر بین داده‌ها داریم به این معناست که اگر مثلا دما رو شما بر حسب سانتیگراد اندازه‌گیری کنید و یه نفر دیگه بر حسب فارنهایت اندازه‌گیری بکنه، این دوتا از نظر فاصله بین داده‌ها تفاوتی بینشون وجود نداره. اما همونطور که قبلا هم گفتم، ما در مقیاس فاصله‌ای معمولاً صفر رو به صورت قراردادی داریم. در گام بعد مقیاس نسبتی رو داریم که خیلی از متغیرهای ما، خیلی از داده های ما این ویژگی رو دارن، یعنی از مقیاس نسبتی تبعیت میکنن، مثل وزن و قد. اینها هم ترتیب براشون اهمیت داره، هم فاصله برابر بین داده ها داریم، هم میتونیم عملیات جبری انجام بدیم، جمع و ضرب و تقسیم انجام بدیم، و علاوه بر همه اینها دارای صفر قطعی هستند، یعنی یک کالا، یک جنس، یک شی میتونه وزنی نداشته باشه و صفرش قطعیه. خب توی مرحله بعدی مسئله‌ای که برامون مطرح میشه اینه که داده ها رو چطوری جمع‌آوری میکنیم. ما به شکل کلی دو گونه برای جمع‌آوری داده ها داریم، یا اونها رو از طریق سرشماری جمع‌آوری میکنیم یا از طریق نمونه‌گیری. همونطور که مشخصه ما وزن بیشتری به نمونه گیری دادیم و نمونه گیری برامون اهمیت بیشتری داره. دلیلش هم اینه که شما در سرشماری درسته که احتمالاً اوریبی کمتری در نتایج خواهید داشت یا بانک اطلاعاتی کاملتری میتونید جمع‌آوری بکنید، اما از اون طرف هزینه نمونه گیری به مراتب کمتر از سرشماریه. زمان کمتری هم صرف میشه تا نمونه ها جمع آوری بشه و داده ها تحلیل بشه، و از طرف دیگه تصادفی بودن نمونه گیری رو داریم که بهمون کمک میکنه به نتایجی که میگیریم اعتماد داشته باشیم. در این حالت ما از جمعیتی که داریم یک نمونه میگیریم که این نمونه باید به شکل تصادفی جمع آوری بشه، و تصادفی بودنش باعث میشه که از هر رنگ و نژاد و وضعیت مختلف توی نمونه داشته باشیم و بنابراین نگرانی از بابت این موضوع نداریم. خب در تحلیل اکتشافی داده ها که بخشی از اون مربوط میشه به آمار توصیفی، ما حالتهای مختلفی رو در نظر میگیریم. یه سری جدولهای فراوانی داریم که به همون کمک میکنن در تحلیل. نمودارها رو داریم که بحث اصلی ما در حقیقت در این سرفصل مربوط به نمودارهاست. معیارها رو داریم که شامل معیارهای تمرکز و پراکندگیه که در ادامه می‌خوایم در مورد اونها صحبت بکنیم. در جدول‌های فراوانی کمکی که بهمون میشه اینه که ما میتونیم داده ها رو طبقه بندی و خلاصه سازی بکنیم، و این بهمون کمک میکنه که یک خلاصه ای از اتفاقاتی که در مورد داده ها میفته داشته باشیم و information به اصطلاح ازشون بگیریم. توی این جدول ها ما معمولا یه نماینده برای طبقات داریم، فراوانی ها مطرح هستن، چه فراوانی های مطلق، چه فراوانی های نسبی و چه فراوانی های تجمعی. خب این جدول های فراوانی یه سری قوت و ضعف هم قاعدتا دارن. قوت این جدول های فراوانی در اینه که ما میتونیم
دسته داده هایی داشته باشیم که اونها رو مقایسه بکنیم یا نقاط پرت رو بتونیم تشخیص بدیم. و قاعدتاً مهمترین قوت جدول های فراوانی هم تعبیر و تفسیر ساده اونها است. اما از طرف دیگه نقاط ضعفی هم در این جدول ها وجود داره. مثلا ما توی اینها رابطه بین متغیرها رو نمیتونیم متوجه بشیم، یا اگر داده ها پیوسته باشن و فراوانی های زیادی براشون داشته باشیم، فراوانی های تکی زیادی داشته باشیم، اون وقت این جدوله تعداد سطرهای زیادی خواهد داشت و در نتیجه دیگه مناسب نیست، تفسیر مناسبی ازش نمیتونیم بگیریم. خب از اون طرف نمودارهای آماری رو داریم. همونطور که گفتم بخش اصلی کار ما توی این سرفصل اینه که در مورد نمودارها و تحلیل گرافیکی داده ها صحبت بکنیم. نمایش تصویری نتایج، تشخیص الگوها و روندها بخش اصلی نمودارهای آماری. از طرف دیگه ما میتونیم گروه ها رو با هم مقایسه بکنیم، شباهت هاشون رو کشف بکنیم و تفاوت هاشون رو بفهمیم. علاوه بر اون در مورد داده ها میتونیم اطلاعات دیگه‌ای کسب بکنیم، مثلا اینکه آیا داده ها متقارن هستند یا نه، یا توزیع مشخصی دارند یا ندارند. همینطور میتونیم رابطه ها و همبستگی بین داده ها رو کشف بکنیم و نهایتا نقاط پرت رو مشخص بکنیم. خب بعد از اینکه داده ها رو شناختیم و با انواع اونها آشنا شدیم و دیدیم که مقیاس های اندازه‌گیری داده ها متفاوت هست، ممکنه در مرحله بعد علاقمند باشیم که در مورد داده ها اطلاعات جزئی تری رو کشف بکنیم. به عنوان مثال ممکنه به دنبال نماینده هایی برای داده ها باشیم که به جای استفاده از کل داده ها از اون نماینده ها برای تعبیر و تفسیر نتایج استفاده بکنیم. در اینجا صحبت از معیارها و شاخص هایی است که میتونه این نمایندگی رو برای ما ایجاد بکنه. اول میپردازیم به معیارهای تمرکز داده ها. معیارهای تمرکز همونطور که از اسمش هم مشخصه به این معناست که چه عددی میتونه نمایندهی برای مرکزی شدن داده ها باشه، یعنی عددی رو پیدا بکنیم که بتونه بگه داده ها حول این مقدار قرار گرفتن. معیارهای متفاوتی برای تمرکز وجود داره که شاید ساده ترینش میانگین باشه. وقتی صحبت از میانگین داده ها میشه احتمالاً ما با داده های کمی سر و کار داریم، چون داده های کیفی عملکردی در مورد میانگین بهمون نمیدن. پس ما از میانگین برای داده های کمی استفاده میکنیم و میانگین نمرات، میانگین وزن، میانگین قد افراد هر کدوم میتونن یک شاخص باشن برای تصمیم گیری های بعدی. چطوری محاسبه میشه میانگین؟ اگر داده ها رو با x1, x2 تا xn نمایش بدیم، خیلی راحت ما میتونیم میانگین حسابی داده ها رو به این ترتیب حساب بکنیم. x بار مساوی 1 انوم سامنشن xi ها. البته ما میانگین های دیگری هم داریم که بسته به نوع داده ها از اونها استفاده میکنیم، مثل میانگین هندسی، مثل میانگین هارمونیک که در اینجا دیگه به اونها اشاره نکرد. در مقابل میانگین ما یک معیار تمرکز دیگه داریم به نام میانه. زمانی که داده های ما شکل خاصی داشته باشند، یعنی یک سری از داده ها نسبت به سایر داده ها تفاوت داشته باشند یا دورتر از اونها باشند، این دور افتادگی داده ها نسبت به بعضی دیگر باعث میشه که شاخص میانگین دیگه شاخص مناسبی برای تمرکز داده ها نباشه. در این حالت معمولاً از میانه برای نمایندگی داده‌ها استفاده میشه. چرا این اتفاق میفته؟ به این دلیل که در محاسبه میانه ما به جای قرارگیری داده‌ها کار داریم، نه به مقدار اونها. یعنی داده‌ها رو مرتب میکنیم و بعد اون عددی که در وسط داده‌ها قرار داده، یعنی 50% داده‌ها ازش کمترند و 50% ازش بیشترند رو به عنوان میانه انتخاب. خب اگر این شاخص رو در نظر بگیریم، حالا اگر یک نفر باشه که درآمدش مثلا نسبت به سایر افراد جامعه خیلی متفاوت باشه یا قدش نسبت به افرادی که داریم در موردشون صحبت میکنیم خیلی متفاوت باشه، دیگه نقش زیادی روی اون نقطه مرکزی داده ها ایجاد نمیکنه،
چون داده ها مرتب میشن و نقطه وسط به عنوان داده مرکزی در نظر گرفته میشه. شاخص دیگه‌ای که جز معیارهای تمرکز رده‌بندی میشه شاخص مد هست. اگر داده هامون شکل کیفی داشته باشه، مثل رنگ مثلا چشم یا رنگ مو و غیره، اینجا نمیشه از میانگین یا میانه به عنوان شاخص تمرکز استفاده کرد. در این حالت از مد استفاده میکنیم. مد به این معناست که دنبال داده‌ای میگردیم که بیشترین فراوانی رو داشته باشه. اون داده‌ای که در بین مجموعه داده‌های ما بیشترین تکرار رو براش داشته باشیم میشه مد داده. خب بذارید یه مثال بزنیم تا از طریق مثال هم بتونیم این شاخص‌ها رو اندازه‌گیری بکنیم. این مثال من خیلی مثال ساده‌ایه. فرض بکنید یه سری داده دارید به این شکل و می‌خواید برای اونها میانگین، میانه و مد رو محاسبه بکنید. خب برای محاسبه میانگین که از اون فرمولی که گفتیم استفاده میکنیم، x بار بود یک انوم سامیشن x i ها، یعنی من این داده ها رو با هم جمع بکنم و تقسیم بر تعدادشون بکنم و به این ترتیب اون عددی که به دست میاد میشه میانگین حسابی داده ها، که در اینجا اگر این کار رو انجام بدید اون میانگین برابر با 30 خواهد شد. از طرف دیگه اگر بخوام میانه رو حساب بکنم، باید داده ها رو اول مرتب بکنم. پس من اول داده ها رو به شکل مرتب شده می نویسم. نکته ای که وجود داره اینه که ما توی این داده ها بعضیاشون تکراری هستند و باید به این مسئله هم دقت داشته باشیم. خب چون تعداد داده ها فرد هست، بنابراین میانه پیدا کردن در اینجا کار سختی نیست. میانه عددی میشه که در وسط داده ها قرار داره. 50% داده ها ازش کمتر باشن و 50% ازش بیشتر باشن. اما اگر تعداد داده ها زوج می بود، اون وقت باید دو تا داده وسط رو در نظر می گرفتیم و ازشون میانگین می گرفتیم و این رو به عنوان میانه انتخاب می کردیم. خب در اینجا که میانه مشخصه، این میشه میانه داده ها. پس ما میانه رو در نظر می گیریم، عدد 30. پس میانگین این داده ها شد 30 و میانه این داده ها هم شد 30، چون 3 تا داده کمتر از اون هستن و 3 تا داده هم ازش بیشتر. و شاخص بعدی که داشتیم شاخص مد بود و مد رو هم باز توی این داده ها میتونیم به راحتی پیدا بکنیم، چون داده هامون تعدادش کمه. مد اون عددی بود که بیشتر از سایر اعداد تکرار شده بود، که خب اینجا مشخصه عدد 30 نسبت به بقیه بیشتر تکرار شده و بنابراین این عدد مد داده های ما خواهد بود. اگر بخوایم شاخص های تمرکز رو با هم مقایسه بکنیم، باید به این مسئله توجه بکنیم که اگر ما از میانگین برای شاخص تمرکز استفاده بکنیم، این ویژگی در میانگین هست که همه داده ها توی محاسبه میانگین نقش دارن. نکته بعدی اینه که این داده و این عددی که ما پیدا می‌کنیم منحصر به فرده و ضمناً همیشه هم وجود داره. اما در مورد میانه چطور؟ میانه همونطور که اشاره کردیم برای داده‌های پرت یا دورافتاده مناسبه. البته اون دوتا ویژگی میانگین رو هم داره، یعنی هم منحصر به فرده و هم همیشه وجود داره. در مورد مد ما میدونیم که این شاخص برای داده های کیفی مناسبه و همونطور که تو مثال قبلی هم دیدید لزوماً منحصر به فرد نیست. ممکنه چندین تکرار داشته باشیم و ممکنه یک سری داده داشته باشیم که چندین مد داشته باشه و البته ممکنه یک سری داده داشته باشیم که اصلا مد نداشته باشه. ضمناً توی شکل ها هم متوجه هستیم که میانه، مد و میانگین چه رابطه‌ای میتونن با هم داشته باشن. به عنوان مثال توی این شکل که یک داده متقارن داریم، شکل متقارنی از داده ها رو داریم، میانگین، میانه و مد یک عدد هستن، این عدد. اما در مورد این داده ها و این داده ها که شکل توزیع داده ها متقارن نیست، جابجا شدند. میانه، میانگین و مد به شکل جابجا هستند. یعنی اول مثلا در این داده ها اول میانگین رو داریم، بعد میانه رو و بعد مد رو،
در حالی که در این مدل از داده ها و در این توزیع از داده ها ابتدا مد رو داریم، بعد میانه رو داریم و بعد میانگین. خب گاهی اوقات شاخص های مرکزی یا معیارهای تمرکز اون چیزی که ما میخوایم رو بهمون نمیدن و باید به دنبال معیارهای بهتری باشیم. مثلا اگر شما بخواید در مورد ریسک سرمایه گذاری در یک شرکت بورس صحبت بکنید، ممکنه اینجا میانگین قیمت سهام اون شرکت اهمیت زیادی براتون نداشته باشه و اون چیزی که براتون مهمتره میزان ریسک و یا تغییرپذیری قیمت سهام باشه، که ما معمولا تغییرپذیری رو به عنوان یک شاخص پراکندگی در نظر میگیریم. در مورد معیارهای پراکندگی میتونیم اینجا به چند تا از این معیارها توجه داشته باشیم. ساده ترین معیار پراکندگی برد هست. برد به معنای اینه که من بزرگترین داده رو در بین داده ها پیدا بکنم و اون رو از کوچکترین داده کم بکنم، یا اختلاف بین بزرگترین داده و کوچکترین داده رو اندازه گیری بکنم. این رو بهش میگن برد. خب خیلی شکل ساده ای داره، محاسبش هم خیلی ساده است. شاخص دیگه‌ای که معمولاً برای پراکندگی استفاده میشه و شاخص معروفی هم هست واریانس. واریانس داده‌ها به چه صورت حساب میشه؟ فرمولش اینطوریه: یک انوم سامیشن xi منهای x بار به توان 2، که احتمالاً یه مقداری محاسبهش نسبت به برد مشکل تر باشه، اما نسبت به برد ویژگی داره که در ادامه بهش میپردازیم. شاخص دیگه ای که برای پراکندگی استفاده میشه برد میان چارکی هست. برد میان چارکی به این صورت حساب میشه که ما دو تا شاخص داریم به نام چارک اول و چارک سوم. اگر میانه رو به خاطر داشته باشین، گفتم که میانه عددی هست که 50% داده ها ازش کمتر هستن. حالا چارک اول عددیه که 1/4 داده ها یا 25% داده ها ازش کمتر هستن، و چارک سوم عددیه که 75% داده ها ازش کمترن. پس ما میتونیم اینطوری Q3 یا چارک سوم و Q1 یا چارک اول رو حساب بکنیم و بعد اختلاف اینها رو در نظر بگیریم به عنوان برد میان چارک. یک مثال باز بزنیم و بعد در مورد ویژگی های اینها صحبت بکنیم. همون داده های قبلی رو در نظر بگیرید. حالا این دفعه میخوایم این شاخص ها رو براش اندازه گیری بکنیم. اولا بزرگترین داده در اینجا چنده؟ ماکسیموم این داده ها 50 هست و مینیمومشون هم 10. بنابراین اگر من بخوام برد داده را حساب بکنم، کافیه که 50 رو منهای 10 بکنم، پس برد داده ها میشه 40. به سادگی محاسبه شد. اگر بخوام واریانس داده ها رو حساب بکنم، که معمولاً با واریانس xi ها یا همون s2 هم نمایشش میدن، فرمولش چی بود؟ یک انوم سامیشن xi منهای x بار به توان 2. خب x بار رو ما تو مرحله قبل حساب کردیم، میانگین این داده ها شد c. پس من باید 1/7 رو داشته باشم، بعد هر کدوم از داده ها رو منهای c بکنم و به توان 2 برسونم و به همین ترتیب برای داده های دیگه این کار رو انجام بدن تا آخرین عدد که دوباره همون c. اگر این کار رو انجام بدید، این محاسبات رو انجام بدید، اون وقت احتمالاً بتونید به عددی مثل 166.6 برسید. گاهی اوقات به جای اینکه خود واریانس رو ما محاسبه بکنیم، از جذرش استفاده میکنیم، که این جذر واریانس رو بهش میگیم انحراف معیار و در اینجا حدود 12.9 میشه. به این معنا که پراکندگی داده ها نسبت به میانگین که عدد c بود حدود 12.9 یا 13 تا است. یعنی ما عددی داریم که 13 تا از c بیشتره و عددی داریم که 13 تا از c کمتره. البته این درسته که پراکندگی داده ها رو نشون میده، ولی ممکنه نقاط پرتی هم داشته باشیم که تفاوت داشته باشه. خب اینم از واریانس. و برد میان چارکی، همونطور که قبلا دیدید ما برای محاسبه میانه اومدیم داده ها رو مرتب کردیم. اینجا هم همین کار رو میکنیم، یعنی
داده ها رو اول مرتب میکنم و بعد نگاه میکنم به داده ها تا ببینم اون عددی که 25% داده ها ازش کمتره کدوم عدده. خب باز در اینجا چون داده ها فرد هستن، ما میتونیم نگاه بکنیم به داده ها و متوجه بشیم که احتمالاً کجا هست که چنین اتفاقی افتاده. 25% 7 حدود 1.25 اینچه، پس ما احتمالاً چارک اولمون رو اینجا داریم، یعنی بین 20 و 30 داریم. پس میتونم یه میانگینی ازش رو در نظر بگیرم به عنوان چارک اول. پس Q1 رو 25 در نظر میگیرم. از اون طرف به همین ترتیب اون عددی که احتمالاً 75% داده ها ازش کمترند یا 25% داده ها ازش بیشترند رو هم این طرف دارم، بین 30 و 40 دارم. پس میتونم میانگین اینها رو به عنوان Q3 در نظر بگیرم. پس میانه برد میان چارکی رو اگر بخوام محاسبه بکنم، IQR رو اگر بخوام محاسبه بکنم، باید Q3 رو منهای Q1 بکنم، یعنی 35 منهای 25 که میشه 10. پس برد میان چارکی ما 10. خب هر کدوم از اینها چه ویژگی هایی دارند؟ همونطور که گفتم برد یک شاخصی هست که محاسبش ساده است و از این نظر برتری داره نسبت به سایر شاخص ها. اما نقطه ضعف برد اینه که در محاسبش ما فقط به بزرگترین و کوچکترین داده توجه میکنیم و نیاز داریم. بنابراین اینکه در بین داده ها چه اتفاقی میفته، اگر از برد به عنوان شاخص پراکندگی استفاده بکنیم مشخص نیست. اما در واریانس اینطوری نیست، همه داده ها توی محاسبش نقش دارن و ضمناً یک شاخص پراکندگی که داره پراکندگی رو نسبت به یک شاخص مرکزی نشون میده که این شاخص مرکزی میانگینه، یعنی داده ها رو مقایسه میکنه با میانگین و دوری و نزدیکی اونها رو نسبت به میانگین اندازه گیری میکنه. و ویژگی دیگه ای هم که داره اینه که همواره وجود داره. در مورد برد میان چارکی باید به این اشاره بکنم که اولا همواره وجود داره و ثانیاً در صورتی که ما داده پرت داشته باشیم، استفاده از این شاخص نسبت به شاخصهای دیگه بهتر، چون شما فقط به اون وسط داده ها کار دارید. برد میان چارکی به تفاوت بین چارک سوم تا چارک اول نگاه میکنه و اون جاهایی که پرت محسوب میشه رو دیگه توجهی بهش نداره. پس در صورتی که ما داده پرت داشته باشیم، استفاده از برد میان چارکی توصیه میشه. خب همونطور که تو این شکل ها هم میبینید، استفاده از هر کدوم و نحوه توجه به اونها مهم میشه. ما در رنج فقط بزرگترین و کوچکترین داده رو داریم، حالا اینجا اگر قد باشه قد بلندترین و قد کوتاهترین رو مد نظر قرار میدیم و سایر افراد دیگه اهمیتی نداره وضعیتشون چجوری باشه. در واریانس همه نسبت به یک نقطه مرکزی محاسبه و مقایسه میشن و در دامنه میان چارکی ما به افراد نرمال توجه داریم و افراد غیر نرمال از اون دامنه توجه ما حذف خواهند شد. نکته دیگه ای که باید در اینجا بهش بپردازیم متغیر هست. همونطور که از اسم این شاخص مشخصه، اینی که ما یک شاخصی داریم که از هر فرد به فرد دیگه تغییر میکنه. این متغیر میتونه دو گونه باشه، متغیر گسسته و متغیر پیوسته. متغیرهای گسسته اونهایی هستند که برد شمارایی دارن، میشه اونها رو شمرد. مقیاس اندازه گیریشون از نوع اسمی و ترتیبیه، براشون میتونیم تابع احتمال تعریف بکنیم و معمولاً وقتی که میخوایم اونها رو به صورت گرافیکی نمایش بدیم از نمودارهای میله‌ای و دایره‌ای استفاده میکنیم. در مقابل متغیرهای پیوسته برد ناشمارا دارند، مقیاسشون از نوع نسبتی و فاصله‌ایه. اگر بخوایم احتمال رو براشون پیدا بکنیم از تابع چگالی احتمال استفاده میکنیم و اگر بخوایم به شکل گرافیکی بهشون نگاه بکنیم معمولا از نمودارهایی مثل نمودار هیستوگرام یا پراکنش استفاده میکنیم. در مورد نمودارها توی قسمت‌های بعدی و بخش‌های بعدی
در هر کدوم از این متغیرها به صورت جداگانه نمودارهایی رو معرفی میکنیم. یعنی به صورت جداگانه در یک سرفصل در مورد متغیرهای گسسته و نمودارها و تحلیل گرافیکی مناسب برای اونها صحبت خواهیم کرد و در مورد متغیرهای پیوستن در فصل جداگانه نمودارهای مناسب اونها رو خواهیم گفت. شاخص دیگه‌ای که اهمیت داره همبستگیه. وقتی شما صحبت از متغیرها میکنید، همبستگی بین اونها هم مهم میشه. بعضی از متغیرها هیچ همبستگی با همدیگه ندارن. بعضیا همبستگی مثبت کمی دارن، بعضیا همبستگی مثبت زیادی دارن و بعضیا کاملا همبستن. از اون طرف برعکس هم هست. همبستگی‌ها میتونن منفی باشن. این میزان میتونه کم باشه، متوسط باشه یا همبستگی کامل باشه. همونطور که می‌بینید شاخص همبستگی که در نظر گرفتیم میتونه یک باشه برای حالتی که کاملا همبستن و همبستگی از نوع مثبته، میتونه منفی یک باشه برای حالتی که کاملا همبستن اما همبستگیشون منفیه و میتونه صفر باشه در صورتی که هیچ همبستگی ندارن. شاخصی که برای همبستگی استفاده میشه R هست. برای محاسبه R کوواریانس بین دو متغیر رو تقسیم بر جذر واریانس یا همون انحراف معیارشون میکنیم که کوواریانس دو متغیر هم به این صورت محاسبه میشه. البته این شاخصی که در نظر میگیریم و همبستگی نام نهادیمش، این شاخص همبستگی پیرسونه که معمولا برای داده های پیوسته استفاده میشه. اگر داده هاتون شکل گسسته داشته باشه یا به شکل ترتیبی باشه، ما روش های همبستگی دیگه ای داریم که از اونها استفاده کنیم. و نکته نهایی که میخوایم بهش بپردازیم اینه که داده ها ممکنه شکل ها و توضیح های متفاوتی داشته باشه. شاخص هایی که برای بررسی تقارن داده ها استفاده میشه، یکی چولگی هست. داده ها میتونن چولگی مثبت داشته باشن، میتونن چولگی نداشته باشن و میتونن چولگی منفی داشته باشن که به نحوه توزیع اونها و فراوانی اونها ربط داره که در این شکل ها میبینید. از طرف دیگه ما یه شاخص دیگه داریم که کشیدگی داده ها رو نشون میده. کشیدگی داده ها در مقایسه با یک معیار اندازه گیری میشه. ما کشیدگی صفر داریم، کشیدگی منفی داریم و کشیدگی مثبت داریم. پس همه اینها دارن در مورد نحوه توزیع داده ها به ما اطلاعات میدن و به همون کمک میکنن که ببینیم آیا داده ها متقارن هستند یا نیستند. اگر متقارنند با یک شکلی باشون رفتار بکنیم، اگر مثلا چولگیشون مثبت یا منفیه به شکل دیگه‌ای رفتار خواهیم کرد. پس شکل و توابع چگالی هم برامون در بحث داده ها اهمیت داره.